به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. به دوره آموزشی از صفر تا صد فروشگاه اینترنتی خوش اومدین. بنده مهدی اسفندیاری هستم و تا پایان این دوره خدمت شما خواهم بود. این اولین ویدیوی این دوره آموزشی هست. در این ویدیو این دوره رو برای شما معرفی میکنم، به شما میگم که دارای چه بخشهایی خواهد بود و شما چه آموزشهایی رو در این دوره خواهید دید. با ما همراه باشید. خب دوستان، قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم میخوام که از همه شما دوستانی که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید، لایک میکنید و کانال ما رو سابسکرایب کردین تشکر کنم. از تک تک شما عزیزان ممنون و متشکرم که از این طریق ما رو حمایت میکنید. اگر دفعه اولتون هست که ویدیوهای ما رو میبینین و داخل کانال ما اومدین، در این کانال ما ویدیوهای آموزشی زیادی رو به زبان فارسی تهیه میکنیم و در اختیار شما دوستان میذاریم. پس اگه دوست دارین چیزهای جدیدی یاد بگیرین، سابسکرایب شبکه ما یادتون نره. خب دوستان، بدون اینکه وقت رو تلف کنیم میریم سراغ دوره آموزشی. این دوره آموزشی دارای 4 تا بخش است. همینطور که توی تصویر میبینید، وردپرس هست، فیسبوک هست، اینستاگرام هست و ایتسی. در بخش اول از 0 تا 100 وردپرس رو میخوام برای شما آموزش بدم. وبسایتمون رو درست میکنیم با استفاده وردپرس و از همین الان بگم که من هیچ کاری تا الان انجام ندادم، یعنی حتی نه هست رو گرفتم نه اینکه دومین رو خریدم، هیچی. از همون اول که هیچ کاری نکردم شروع میکنم و همه اونها رو به شما آموزش میدم تا آخری که یک وبسایت داشته باشین. من یه نمونه از وبسایتی که درست کردم رو با وردپرس رو اینجا برای شما به نمایش میذارم. این وبسایتی است که من خودم درست کردم برای کارهای خودم. در این وبسایت من تابلوهای نقاشی رو به صورت رول کنواس که اینطوری هست میبینین، به صورت قاب شده میبینین و به صورت به حساب خود کنواس میبینین و همچنین به صورت دیجیتال هم من این نقاشی ها رو میفروشم. این وبسایت داخل شامل هوم داره، شاپ داره، انواع به حساب انواع قاب عکسامون اینجا هست، گالری داریم ما اینجا، پیج about us داره، frequently asked question داره، contact us داره که مشتری ها میتونه با ما با تماس بشن. در این پایین هم میبینیم که شیپینگ پالیسی ما هست، about us. خلاصه همه پیج های استانداردی که یک وبسایت پروفشنال داره رو ما درست کردیم اینجا. میبینیم که شیپینگ و دلیوری پالیسی داریم، پرایوسی پالیسی داریم، ریفاند پالیسی داریم و دیسکلیمر و حق کپی رایت و قسمت پیمنت روش رو هم ما اینجا داریم. خلاصه این یک وبسایت کامل هست. شما میتونین حتی برین داخل این وبسایت. اسم وبسایت من redvoicemaster.com، میتونین واردش بشین هر جای دنیا که هستین و این وبسایت رو چک کنین. خلاصه وبسایتی رو ما شبیه این وبسایتی که اینجا من به نامش گذاشتم درست میکنه. دقیقا مثل این نخواهد بود، چون وبسایتی که من درست میکنم اجناس مختلفی هست. من این وبسایت رو دقیقا دیزاین کردم برای مثلا فروش قاب عکس و عکس و اینها، ولی تمام چیزهایی که شما لازم دارین رو در این دوره شما یاد خواهید گرفت. ممکنه مثلا دقیقا همین وبسایت نباشه، ولی خیلی شبیه همین وبسایت خواهیم درست کرد. خب بخش دوم این دوره آموزشی وصل کردن پیج فیسبوک ما به وبسایت ما هست، چون میخواییم که اجناسمون رو از وبسایت داخل فیسبوک هم داشته باشیم و از طریق سوشال مدیاها به فروش برسونیم. وقتی که اجناس رو داخل فیسبوک میاریم، همون کار رو هم با اینستاگرام میکنیم، چون اینستاگرام بعداً به فیسبوک وصل میشه و شما میتونید شاپ اینستاگرامتون رو هم باز کنید. در آخر هم به شما یاد میدم که چجوری میتونین شاپ ایتسی خودتون رو باز کنین. شاپ ایتسی یک وبسایت دیگه هست که شما میتونین اجناستون رو در اونجا بفروشین. خب دوستان، من الان یه دونه نمونه برای شما نشون میدم که شما واقعا درک کنین که چه چیزهایی رو ما در این دوره به شما آموزش میدم. خب
من در اینجا یه دونه وبسایت رو باز کردم به اسم The Home Depot. این وبسایت Home Depot توی آمریکا خیلی معروف هست که تمام لوازم خونه، لوازم بنایی و اینها رو اونجا میفروشن. خب اینها چیکار کردن؟ اینها من اینجا باز کنم یک لحظه. خب این پیج اینستاگرام این وبسایت هست. همطور که می‌بینین 1.3 میلیون فالوور داره و در اینجا می‌بینین که ویو شاپ داره در پیج اینستاگرامشون. من قسمت رو بزرگ کردم. این پیج اینستاگرام این وبسایت هست. وبسایت هوم دیپو. و وقتی که شما داخل این پیج اینستاگرام میشین، اینجا میبینید که ویو شاپ داره. شما ممکنه داخل پیج های اینستاگرام زیاد بشین ولی این ویو شاپ رو نداره اینجا. پس ما میخوایم که این ویو شاپ رو داشته باشیم. و وقتی که روی ویو شاپ من کلیک کنم، میایم به این قسمت. اینها رو من اسکرین شات کردم از روی موبایلم و اینجا گذاشتم برای شما که ببینید. وقتی که روی ویو شاپ کلیک میکنیم، شما اینجا میبینید که داخل کالکشن میاد. این کالکشن ها در داخل فیسبوک درست میشه. یعنی اینها چیکار کردن؟ اینستاگرامشون رو با فیسبوک لینک کردن و جنساشون رو که در فیسبوک داشتن در اینستاگرام دارن به فروش میرسونن. بعد از اینکه من روی یکی از این کالکشن ها کلیک کنم، شما میبینین که اجناس رو میبینین و قیمتاش رو میبینین. همه اینها در داخل اینستاگرام هست. ببینین بعد از اینکه من روی یکی از این جنس ها کلیک کنم، که من روی این گلدون کلیک کردم، شما میبینین که اینجا نوشته قیمتش رو، دیسکریپشن و همه اینهاش اینجا هست و دکمه ای داره به اسم view on website. یعنی که روی این دکمه اگه کلیک کنم، چون خود اینستاگرام شما نمیتونین دقیقاً مستقیم از خود اینستاگرام خرید کنین. چیکار میکنه اینستاگرام؟ اینستاگرام هر کی بخواد اون جنس رو از اینستاگرام بخره، میفرسته به وبسایت شما. و وقتی که من بزنم view on website، ببینین چه اتفاقی میفته. اینجا پیج اینستاگرام هست، ولی وقتی که میزنم view on the website، وبسایت هوم دیپو باز میشه توی براوزر موبایل. دقیقاً این کاری هست که ما میخوایم انجام بدیم توی این دوره، چون همه این کارها رو داره. ببینین وبسایت داره، پس اول وبسایتشون رو درست کردن. پیج فیسبوک داره هوم دیپو، پیج فیسبوک و شاپ خودشون رو، یعنی کل این وبسایتشون رو به فیسبوک وصل کردن، فیسبوک رو به اینستاگرامشون وصل کردن و دارن از این طریق هم اجناسشون رو به فروش میرسونن. پس همه اینها رو که در اینجا من گذاشتم رو پوشش داده به حساب. پس یعنی وردپرس رو دارن، وبسایتشون رو دارن، فیسبوک رو دارن، اینستاگرام دارن. ایتسی یک بخش جدا هست. این یک وبسایت دیگه هست، ولی ایتسی هم به اینستاگرام شما و به فیسبوک شما وصل میشه و حتی میتونین که داخل ایتسی به حساب وردپرس یا همون وبسایت خودتون رو هم اونجا بزنین که مشتریاتون به حساب بیشتر اعتماد کنن به شما. خب دوستان، در پایان این ویدیو چند تا نکته مهم رو میخوام بگم که امیدوارم در ذهنتون داشته باشین تا آخر این دوره آموزشی. نکته اول این که این دوره کاملا رایگان هست. توی شبکه یک فکر نو در یوتیوب قرار دادم و اگر کسی میخواد این دوره رو برای شما به شما بفروشه یا مبلغی براش بگیره، این کار رو انجام ندین. این نکته اول بود. نکته دوم این که پیشتون یک کاغذ و خودکار داشته باشین، چون بعضی نکات رو باید یادداشت کنین و یا اگر این کار رو نمی کنین، از بعضی قسمت ها شما بهتر اسکرین شات بگیرین که انشالله به مشکلی بعداً بر نخورین. یعنی خیلی راحت بتونین برگردین به اون اسکرین شات یا به اون نوتی که گرفتین و مشکلتون رو حل کنین. نکته سوم، زمان آپلود ویدیوهای ما هست که من سعی میکنم هر هفته 2 تا ویدیو برای شما بذارم. معمولاً یکی در وسط هفته و یکی هم در آخر هفته. آخر هفته منظورم روز شنبه و یک شنبه به وقت اینجا هست. خلاصه این بود نکته سوم. نکته چهارم
این هست که من میخوام شما یه تحقیقی قبل از اینکه وارد این دوره بشین انجام بدین، چون من واقعا نمیدونم که شما به همه این وبسایت ها دسترسی دارین یا نه. من خودم شخصا از آمریکا این کار رو انجام میدم و محدودیت های کمتری دارم نسبت به دوستان ما که بیشتر فارسی زبان هستن در کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان. خلاصه ببینید که آیا شما به وردپرس دسترسی دارین یا نه. میدونم که خیلی از شماها به فیسبوک و اینستاگرام دسترسی دارین. وردپرس رو 90% مطمئنم که شما میتونین، شاید با استفاده از فیلتر شکن، ولی میدونم که میتونین دسترسی پیدا کنین، چون دیدم وبسایت هایی که به زبان فارسی هستن و با استفاده از وردپرس درست شده. و اینستاگرام که مطمئن همه شما دارین در ایران و افغانستان و تاجیکستان. ایتسی من مطمئنم که در ایران درست کار نمیکنه و خیلی سخته که شما بتونین شاپ ایتسی باز کنین در ایران، ولی این رو گذاشتم چون خیلی از دوستان هستن در ترکیه، در افغانستان، تاجیکستان که میتونن با شاپ ایتسی هم کار کنن. خلاصه این بود نکته چهارم. خب دوستان، رسیدیم به نکته پنجم. ببینید دوستان، در این دوره آموزشی من یک وبسایت واقعی برای شما درست میکنم. یعنی چی؟ خیلی ها اصلا دوره آموزشی میذارن، طریقه درست کردن وبسایت رو به دوستان همه آموزش میدن، ولی در اون دوره آموزشی که یک وبسایت موقتی میذارن برای همون دوره آموزشی و بعد ممکنه دیلیتش کنن و دیگه روش کار نکنن. ولی من این کار رو در این دوره آموزشی نمی کنم. چرا؟ چون من یه دوستی دارم در ترکیه که صاحب برند شهرزاد هندمید هست. همطور که میبینین گوشواره‌های خیلی زیبایی رو میفروشن در شاپ ایتسیشون و همه اینها به صورت صنایع دستی هست، یعنی دست دوست هستن همه اینها. این پیج شاپشون هست در ایتسی و این هم پیج اینستاگرامشون هست. این دوست ما از من خواست که براشون یه دونه وبسایت درست کنم و من بهشون گفتم که این کارو براشون انجام میدم و میخوام همینطوری که این وبسایت رو برای این دوستمون میذاریم آموزش رو هم به شما بدم. پس اگر که شما این ویدیوها رو میبینین بعد از یک سال، بعد از دو سال، مثلا الان سال 2022 هست، آخر سال 2022 الان دسامبر هست دیگه، تقریبا 15-16 روز بعد میریم به سال 2023، ممکنه یک سال بعد ویدیوهای من رو ببینین یا دو سال بعد، ولی وقتی که به وبسایتی که در این دوره من درست میکنم برین، هنوز هم میتونین وارد اون وبسایت بشین و ببینین که چه تغییراتی رو ما آوردیم در اون وبسایت. خلاصه این بود نکته پنجم. نکته ششم که یکی از مهمترین نکته ها هست، این هست که در مورد روش درس دادن من هست. ببینین، من آدمی هستم که خیلی دوست دارم با دیتیل کامل درس هامو رو بدم. یعنی ممکنه برایش بعضی خسته کننده باشه، چون ببینید من این دوره آموزشی رو برای کسانی گذاشتم که فرض میکنم که هیچی در این مورد نمیدونن، پس از همون اول هست. میدونم خیلی از شما دوستان شاید وبسایت قبلا داشتین، با وردپرس ممکنه آشنایی کامل داشته باشین، ولی این دوره آموزشی رو من فرض میکنم که برای کسانی میذارم که اصلا هیچ چیزی در مورد وردپرس نمیدونن، هیچ چیزی در مورد شاپ اینستاگرام و فیسبوک اینها نمیدونن. پس تا جایی که بتونم مثال میزنم، تا جایی که بتونم مطالبی که فکر میکنم که شما ممکنه در مورد سوال داشته باشین رو توضیح میدم و مدت زمان این ویدیوهای من ممکنه یکم طولانی باشه. امیدوارم که خسته نشید و همه ویدیوهای ما رو تماشا کنین و امیدوارم که از همشون استفاده ببرید. خلاصه این بود نکته ششم. نکته هفتم و نکته آخر هم این که من دوست ندارم دوره های آموزشی من خیلی حالت رسمی بگیره. من تا جایی که میتونم سعی میکنم که با شما خودمونی صحبت کنم و همه دیتیل ها رو بدم.
من سعی میکنم که این لکنت های زبانم رو تا جایی که میتونم از ویدیوهام حذف کنم، ولی در بعضی جاها ممکنه امکانش نیست که من این لکنت های زبان رو حذف کنم، پس از این بابت از شما از همین الان معذرت میخوام. و اینکه من دو تا پسر وروجک دارم که هر آن ممکنه وارد اتاق بشه کلی سرصدا کنن و بعضی وقتا نمیتونم این سرصداهای پشت زمینه رو من پاک کنم، چون فرض کنید که اگر من در حال خرید دومین باشم یا در حال خرید مثلا هاست، اگر این دوتا بروجک وارد بشه نمیتونم برگردم. پس بعضی وقتها ممکنه یه صداهایی در پشت زمینه داشته باشیم، ما از اون بابت هم از شما معذرت میخوام. خب خلاصه این بود همه این نکاتی که میخواستم در همین جلسه اول به شما بگم. انشالله در ویدیوی بعدی میریم که هستمون رو بخریم، میریم دومینمون رو بخریم و شروع کنیم به درست کردن وبسایتمون. خب دوستان امیدوارم که خسته نشده باشین. این بود ویدیوی اول این دوره آموزشی ما. اگر سوالی دارین میتونین در قسمت کامنت ها بذارین، من حتما جواب میدم. و یا اینکه شما میتونین به آیدی اینستاگرام ما که در دیسکریپشن همین ویدیو هست برین و در اونجا برای ما وایس یا به صورت تکس میتونین بنویسین سوالاتتون رو و من سر فرصت به همشون جواب میدم. لایک ویدیوی ما یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.